سلام. در اولین کتابی که نوشتم و منتشر شد، از رهبری به عنوان پدر معنوی یاد کردم. لازم می‌دانم توضیحی دهم که در دنیای ماتریکسی ما، دنیا بسیار ساده و در عین حال بسیار پیچیده است. من چه دانش آکادمیک داشته باشم چه نه، چه علم لدنی داشته باشم یا نه، هرگز علم و تجربیاتم ذره ای به اندازه دانش رهبری نیست. مردم سطح رویین دنیا را میبینند. فوقش بین ایران اینترنشنال و شبکه خبر یک مقایسه و یا تحلیلی دارند و هرگز از لایه های عمیق این عالم آگاه نیستند. این رهبر فرزانه است که میداند صوفی ها چه میکنند، دراویش چه میکنند، مرتازها چه می کنند، کشیشها چه می کنند، یهودیها چه می کنند، اهل سنت چه می کنند و شیعیان چه می کنند و نیز سازمانهای اطلاعاتی چه می کنند و سیاستمداران چه می کنند. من درباره اهمیت احزاب سیاسی سالها پیش صحبت کردم، ولی تمام امیدم آن بود و هست که مقام معظم رهبری که در باورم حکیمی یکتا و بزرگ است، با علم و دانش خودشان طوری وضعیت را مدیریت کنند که مردم هم تا آنجا که ممکن است رشد کنند. من 100% طرفدار آزادی هستم، ولی درباره حجاب معتقدم که هر که به دنبال آرامش معنوی و عالم معنا هست باید ساده و موقر و پوشیده باشد، البته با توجه به زمان و مکان. ولی معتقدم حرف آخر حرف رهبری است. ایشان رهبری حکیم و فرزانه هستند و تنها شخصیتی هستند که می توانند مردم را با لایه‌های گوناگون سیاسی و معنوی در این دنیا آشنا کنند و مردم را پروبال دهند تا آنها هم رشد کنند. انشالله که چنین خواهد. در ضمن یادآوری میکنم که من علم غیب ندارم. اگر هم داشتم، تا هر کسی هر کار خوب یا بدی را که میکند به زبان اقرار نکند، برای من اتمام حجت نخواهد بود. در پناه خداوند متعال شاد و سلامت باشید.